این مستند را تا لحظه پایان بدون پلک زدن دنبال کنید، چرا که شگفتی و غافلگیری بزرگی را برای شما تدارک دیده‌ایم. شاید اصلی ترین کسانی که باید با دیدن این مستند سورپرایز شوند، سرویس های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی هستند که امشب تازه متوجه خواهند شد شاه مهره های آنها در تور اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار دارند، همان شاه مهره هایی که آمریکا به اتکای آنها رجز می کنند که انقلاب اسلامی در ایران 40 سالگی خود را نمی‌بیند. That Khomeini's 1979 will not last until its 40th birthday. حالا در روزهای 41مین سال انقلاب اسلامی تصمیم گرفته ایم کمی، فقط کمی، پرده ها را کنار بزنیم و رازها را برملا کنیم. این تصاویر مربوط به یک عملیات تعقیب مراقبت دستگاه اطلاعاتی است که سرشاخه های آن طی عملیاتی پیچیده بر بستر واتساپ رهگیری شدند و با نفوذی رعدآسا و با عمق زیاد با همه زیرساخت هایشان در تور اطلاعاتی ما گرفتار شدند. ایستگاه پایانی دروغ. سوژه فردی 38 ساله است که مدتها در رصد جامعه اطلاعاتی کشور قرار می‌گیرد و با تدبیر مسئولین امنیتی در مسیری جدید هدایت می‌شود و این امر چنان که خواهید دید بسیاری از گره‌های امنیتی در حلقه‌های دشمنان و سرسپردگان خارج‌نشین آنها را می‌گشاید. ما تو برف گیر کردیم. لابد نام روح الله زم معروف به نیما را شنیدید. او در پناه چند لایه سرویس‌های اطلاعات اروپایی و با تغذیه مستمر از سوی سیا و موساد قصد داشت به لیدر هدایت افکار عمومی و براندازی در ایران تبدیل شود. وی در کانال آمد نیوز تلاش می‌کند به مخاطبان خود بباوراند که دسترسی‌های ویژه و بسیار سطح بالا به اسناد به کلی سری در جمهوری اسلامی دارد و می‌تواند پشت پرده همه پدیده‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی را قبل از دیگران با جزئیات فاش کند. او اگرچه کوچک است اما یکی از مهمترین دارایی‌های اطلاعاتی دشمنان ملت ایران است و برای آنها آنقدر ارزشمند است که همه شبکه اپوزیسیون خارج از کشور را به او متصل می‌کنند. این مستندی است که نشان می‌دهد شاه کلید ارتباطی ما با بازی هنرمندانه خود چگونه با وی همکلام و همرنگ می‌شود تا نفوذ خود را بر او افزایش دهد. این مستند نشان می‌دهد اخبار به اصطلاح فوق سری کانال آمد نیوز پای کدام بساط پخت و پز می شود و سلطان اوهام یعنی نیما زم تا چه حد مغبون و فریفته شده است. بفرما چی؟ همون چیزی که خوردی، همون فضایی. منبع خبری سوپرفوق سری آمد نیوز طی فرایندی پیچیده و فنی با تمام اطلاعات و داده‌های موجودش در اختیار جامعه اطلاعاتی قرار می‌گیرد و با کشف بخشی از حفره‌های امنیتی از اینجای داستان به بعد در زمین ماست و برای روشن شدن ماهیت عناصر ضد انقلاب خارج‌نشین نقش مهره کلاه سفید دستگاه امنیتی را بازی می‌کند. گوتاتا چی؟ عشق من جون بابا خوبی؟ دارم غذا می‌خورم. چی می‌خوری؟ از صبح دارم این بیشتر از تو کار میکنه. او مدتی است قدم در مسیر جدیدی گذاشته است تا بخشی از خسارت تجارت گوبلزی و دروغ خود با نیما زم را جبران کند. پاتوق هر شبه او حالا با همان دکور و زمینه و قاب عکس همیشگی در مقر ما بنا شده است تا سوژه با همان اعتماد همیشگی این بار در مقابل دوربین ما بنشیند و صدای در هم شکسته شدن و فرو ریختن خانه اوهام خود را از طریق گیرنده تلویزیونیش بشنود. آها تو تاریکی گفتم خوابم. پاشو کار داریم، فیلم میبینم. پاشو تو تا کار داریم. کارهایی که میگیم و انجام بده مو به مو. کیسای جدیدی که میخوایم شروع کنیم زدن. ببین تو باید چیز بکنی هماهنگ با ما. قشنگ لباس مرتب بپوش، ما تو جلوپولی در بیار. یه ویدیو سری بزن. حد فاصله اون که من بهت میدم بزنی. باید سری تو از نیم ساعت یا ساعت بزنی. که سوخ نریم تو پوکمون سوخ نره. آقا یه جای نشون بده که میدونی کیه. نشون بده هم میدونم کیه. آره نشون بده که میدونی کیه. من میدونم حالت خنده بگو میدونم از کجا آب میخوره. من نگاه کن روحی روحی نفوذ روح الله زم خیلی زیاده که این الدنگو تونست سوراخ کنه، اطلاعاتشو در بیاره. بازیگر مستند ما آنقدر مورد اعتماد و وثوق نیما زم است که حتی نگارش اخبار جعلی و خودساخته اتاق فرمان ما را هم به او دیکته می‌کند. بنویس یال آخر رسیدن به قله کوه دست شماست. یعنی چی؟ یعنی خارجی و کاریزما. یعنی چی؟ یال با نصب یال مالا فقط اسبه؟ آره که یال به چی میگم؟ اون پشمای پشت اسب یعنی اون افساری که بخواد برسی به دست، اون قدرتی که بخواد برسی به آخر چیز، یعنی شیب آخر. جزئیات عملیات در دیماه داغ 97 در چند مرحله به اطلاع مخاطبان هوشمند قرار خواهد گرفت. یه تیکه آخر رو بخون. جزئیات عملیات در دیماه داغ 97 در چند مرحله به اطلاع مخاطبان هوشمند خواهد رسید. در حالی که چندین سرویس اطلاعاتی همزمان هدایت وی و حفاظت او را بر عهده دارند، جامعه اطلاعاتی ایران با عبور از این سیستم چند لایه و پیچیده هدایت او را با هدف رسوا کردن او و نشان دادن عمق بیپایگی و سستی ادعاهای کانال آمد نیوز در دست می‌گیرد و سرویس‌های پرطمطراق غربی و صهیونیستی هم کاری برای نجات آقای توهم ساخته نیست. تشخیص اخبار و منابع دروغین آمد نیوز و رسانه‌های معاند برای خبرنگاران و آنها که دستی بر آتش خبر و رسانه دارند با شاذ بودن اخبار آنها بسیار راحت است. خبرام همه دقیقه. ببین کاملا دانشمند اونجایی که نوشتی توی چیز بیا پس از قطع کشورهای ایران و روسیه نیز از اوپک خارجن. روسیه را خط بذار، روسیه جزء اوپک که نیستش. اما ممکن است برای برخی لایه‌های اجتماع گاهی اوقات داستان سرایی‌های نیما زم و دیگر رسانه‌های ضد انقلاب ابهاماتی را ایجاد کند که با نسخه دروغ تراپی یا دروغ درمانی میتوان اعتبار و عیار اخبار رسانه‌های ضد انقلاب را محک زد. این اخباری که الان داده میشه اخباری که کپسولای فوق سریه. خب فوق سری رو فقط سران سه قوا میدونن و بالاترین مقام امنیتی کشور اینو میگن کپسول فوق سری 7. اینکه تو چی جوری خبر دست تو رسیده و تو داری اینو میزنی، خب دنیا میترکه. دنیا داخل و بیرون. BBC هاچمز میمونه، CNN هاچمز میمونه که این خبر توی این خبرگزاری پاپاتی آمدیوز چجوری ثبت شده. یعنی تمام سیستم‌های امنیتی دنیا دنبال این خبرن. ما میخواستیم ببینیم او تا چه اندازه احمق است و در خوراندن داستان‌های مضحک به او تا کجا میتوان جلو رفت. به همین منظور سناریو نویسان ما هر شب داستانهایی را تحت عنوان اخبار فوق سری ساخته و پرداخته می کنند و به آمد نیوز می دهند و همه این داستانها بی کم و کاست از سوی او مورد استقبال قرار می گیرد. حتی جالب است که هیچ یک از سرویس های اطلاعاتی که با مسلسل در حال مراقبت شبانه روزی از نیما زم هستند در طول این مدت که او بازیچه دستگاه اطلاعاتی ایران شده نه می توانند از موضوع سر در بیاورند و نه هشداری به وی بدهند. سرویس های اطلاعاتی غربی آنچنان در تور عملیات فریب ایران گرفتار شدند که تا چند دقیقه دیگر می توانید ببینید که چگونه پای دوربین ما تا درون خودروهای حفاظت شده آنها نیز باز شده است. فورس هم رو کانال بزن هم رو سایت زده. ظرف 3 روز گذشته جلوگیری شد. تو بخون خبرو. بر اساس گزارش منابع خبری آمد نیوز سه روز گذشته، به دلیل یک عملیات کاملا فوق سری تورهای توریستی کبیری در مناطقی از کویر مرنجاب که ملیه کویر و کویر مسیله به یکباره تعطیل و سفر و حضور افراد غیر به این اماکن جلوگیری شده است. بذار بدم از شرق و وسط هم بزنم. این شرق و وسط هم بزنیم خوبه. آره اینو باید بولد کنیم بیاد بالا. گزارشی بود که دیشب آخر وقت دست ما رسید. او آنقدر به مرتبط فعال خود اطمینان دارد که این خبر جعلی را بر روی آنتن هم میبره. 3 تا کویر توریستی ایران رو، کویر مسیله است فکر میکنم، کویر مرنجابه و پارک ملی کویر رو به طور کل برای توریستا ممنوع اعلام کرد. تیم سناریو پردازان ما هر شب یک گام جلوتر می روند تا ببینند نیما زم نقطه ای را برای پایان تخیل قرار می دهد یا نه. این کپسول رو تو کل دنیا، تو کل ایران و دنیا الان فقط تو داری. اونایی که این خبر رو سیستم رو تثبیت کردن، خب کسایی هم که تو قرنطینه تو کپسول بیرون نمیان. تلگرامو تیشو حذف کن. تیشو حذف کن. آره. تلگرام؟ تلگرام؟ الگرام. تیتر خبر رو تو این مضمون باید بزنی. آغاز پایان تلگرام. خب تایید خبر فوزداری آمد نیوز توسط دبیر بلند بخون. ژورنالی فضای مجازی هاتگرام و تلگرام از تلگرام جدا شدند. بلندتر از این دیگه. همچنین در خبر آمد نیوز اعلام شد که جمهوری اسلامی سخت هزینه برای اطمینان بیشتر کافی است نام واسیلی دوسیوف را در اینترنت جستجو کنید تا ببینید اصلا چنین شخصی وجود خارجی ندارد و صرفا این نام جعلی ترکیبی از یک شخصیت روسی انگلیسی توسط نویسندگان است. مثلا اینستاگرام توسط واسیلی دوسیوف این پیام رسان را در کنترل خود گرفته و قرار است به ناگاه با حجم تبلیغاتی سنگین پیامرسان الگرام راه اندازی شده از جانب یک فرد روس معرفی کنند. آنچه که برای زم در میان این توهم نامه ها مهم است صرفاً یک نکته است: واکنش به خبر در داخل، خواه تایید باشد یا حتی حمله و ناسزا به خودش. برای او مهم نیست که چه کسی چه میگوید، مهم فقط گفتن درباره او و خبر جعلیش است. برای او بدنامی بهتر از گمنامی است. یه مقام مسئول مثلا کاری نداره، نماینده مجلس مدیر کل فلان جاست، نمیدونم مثلا. نیما زم فقط میخواهد دیده شود و در سرخط خبرها باشد و به همین دلیل هرچه داستانهایی که به خورد او داده میشود تخیلی تر و دروغهای نهفته در آن شاخدارتر باشد، بیشتر ذوق زده میشود و راحت تر بازی میکند. اصلا ببین، اصلا فوش بده. تمام حیثیت طرف میره. یعنی تو مثلا فکر کن یارو رو میای اینجوری واسش تو قم میکنی، بهش میگن یه روش دیگه، روش پلکانی بهش میگن دیگه، پلکانی خبر. تو میای تو رسانه‌ای پم میکنی، یارو میاد بهت فوش میده، یه دفعه خبر تو داخل بلند میکنی، یا طرف خودش سند میزنه. اینجوری که طرف شسته میشه. اگر تا اینجای کار کمی سورپرایز شده اید، بهتر است بیشتر صبر کنید. تازه اول کار است. کمی به او فرصت دهید تا استعدادهایش را نمایان کند. نیما زم به سبب داستان‌های توهم آلودی که شبانه از رابطه ما می‌گیرد و منتشر می‌کند، صاحب جایگاهی ویژه در میان شبکه عنکبوتی ضد انقلاب همچون بنی صدر، رضا پهلوی، امیرعباس فخرآور، اردشیر امیرارجمند، پیر مؤذن، فاطمه حقیقت‌جو، سازگارا و تقریباً همه افرادی که در این دایره دسته‌بندی می‌شوند شده است. دار و دسته احمق‌ها که تا کاخ سفید دونالد ترامپ امتداد دارد، هر کدام برای خود یک نیما زم هستند. همانقدر متوهم، همانقدر آشفته حال و پریشان. سلام آقای پهلوی، من روح الله زم هستم. با ارجمند چی جوری رابطت؟ سلام دکتر جان. سلام آقای پهلوی، شما چطور؟ چکریم، شما خوبی؟ محل داشتم زنم. فاطمه رو کنارش آدم دارم، پیر مؤذن کنارش دیگه، نورالدین پیر مؤذن. بیا صبح تا شب داره با من حرف میزنه، داره خبر سمه. با سازگارا ارتباط نداری؟ تو روزنامه‌نگارا که هیچ قبولش نداره، هیچ کیش کار نمیده. تو پیام داد فیلمای منو بسن فلان بود. بابا من داغونم بابا. سازگارا اینجا اسمشو میاری هم فلان. بنابراین دست کم گرفتن نیما زم با چنین جایگاهی بی‌انصافی به نظر می‌رسد. او کسی است که به جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران امکان داده در کنار مأموریت‌های دشوار و وظایف خطیری که بر عهده دارد کمی تفریح کند و به واسطه او عمق و عیار ضد انقلابی را که آمریکا و اسرائیل امید بستند بتواند در ایران انقلاب به راه بیاندازد برای همه روشن کند. شعبان خودش رو کل خانواده نفوذ داره. رضا پهلوی بدون اجازه این تکون نمیخوره، آب نمیخونه بدون اجازهش. شنبه قراره باش صحبت کنن که آقا ما با بدبختی بولزم راضیش کردیم بیاد سر خط شما، با بدبختی راضیش کردیم. اینجوری هم نیست که به جنرال بولزم بخواد بدو بیاد با شما حرف بزنه. نه، پس از بازی با اخبار نوبت به بازی با افراد میرسد تا کمی از اوضاع درونی ضد انقلاب و پیاده نظام آنها بیشتر آگاه شویم. در مرحله اول اتاق فرمان به سراغ امیرعباس فخرآور می رود. فخرآور روزی 60 بار پیام و مسیج و زنگ و زیگیل و سیلی شد. خیلی منفوره. ما هیچ کس رو نداریم تو خارج از کشور که تو اسمشو جلو کسی ببری، جلو 20 نفر ببری، عین 20 نفرشون بگم ما کنار این نمیشیم، عین 20 نفرشون. یه عنصر داریم به اسم فخرآور که همه جا دوست داره باشه، هیچ کی هم حاضر نیست کنار این بشه. امیرعباس فخرآور یکی از عناصر سرویس جاسوسی آمریکایی هاست که در آلودگی و وابستگی به دشمن ملت کارنامه‌ای سیاه دارد. او حتی برای این وابستگی پوشش و خط قرمزی هم قائل نیست و خودش رسما اعلام کرده است که عاشق اسرائیل است. امین چطوری؟ چطوری تو؟ چه خبر؟ کجایی بابا؟ تو چه خبر؟ کجایی؟ بالا سلامتی. ما منتظر شما همینجوری نشستیم کارزانو که بالاخره باید چیز بیاد بیرون. الان فخرآور بهش میگن آدم 10,000 جای هرزه سیاسی بهش میدن. جایگاه رضا پهلوی که از او با عنوان شاهزاده یاد میکنند در این میان جالب توجه است. مثلا این آدم حسابش نمیکنن که بابا اصلا بخوام روش سرمایه گذاری بکنن، چی بکنن؟ ببین رولا با هم میرفتیم با شازده کنگره، خود من میبردمش دیگه، به روح پدرم بدم میرفتیم کنگره با هم دیگه. کنگره منه میمدن جلو با من، خب من این همه سال اینا میشدم بغل میکردن، امیر هاییو چطوری چیکار کنی؟ Who is this guy؟ این چیه؟ گفتم او دیس پرنس رضا پهلوی شاهزاده ما مثلا فلان واسه لازم معرفی کردم. بعد اسم شاهزاده رو میاریم کنگره، من مطمئن خواهم شد که تمام این بندار فرشگر برای همیشه برن تو سطل آشخاص. خود رضا پهلوی رو میکشونیم بیاریمش مثلا. بله شما حالا برن خود زنش کن. گفتم این زنگ بزنم 307 میزنم. بگو زنگ میزنم بعدا. ما بگو ببینم با شورای انقلاب الان اون بیانیه رو تو خونی که همین الان سالی $300,000 فخرآور داره بودجه میگیره، همه رو میگیره میخوره. فخرآور میگه یه روز کار کرده تو آمریکا، فکر کنم بلند میشه میره واشنگتن میاد و اینا، از حاصل دستن میده. یه یهودی داده بودجهش. ربع پهلوی از طریق یک کانال مخفی با او در ارتباط است و از او میخواهد تا برای پهلوی ها خوش رقصی کنند. پهلوی الان پیام داده باش صحبت کردم و تا گفته پرایوت، هیچ کسی نفهمونم با تو ارتباط. جنبه خوشمزه ماجرا این است که رضا پهلوی هم کاملا باور کرده نیما زم به اخبار فوق سری دسترسی دارد و لیدر آشوب‌ها در ایران است. شما دست کمی اختیار من رهبر انجام میشه 96. خود پهلوینا، شهبانو اینا همه چیز دارن که میگن این رهبر جنبش دیما. اینا قبول دارن خودشون. خود همین پهلوی. کی تو؟ امروز باشون صحبت کردن. آره گفتن این طرفا، گفتن موقعی که بهشون گفتن موقعی شما نبودین و تعطیلات بودین این داشته جنبش دیما رو رهبری میکرد. قبول دارن خودشون. در این میان نازیرا گلستان از اعضای ارشد دفتر رضا پهلوی که علاوه بر این سمت در گروه‌های مختلف ایجاد شده توسط پهلوی‌ها عضویت دارد و هر از چندگاهی هم در رسانه‌های بیگانه به عنوان کارشناس آفتابی می‌شود، هماهنگ کننده این ارتباط است. سلام. حال شما خوبه؟ سلامت باشید خانم گلستان. من باشون صحبت کنم، یعنی بعد باشون جلسه بذارم. آره یه کاری کنم. پهلوی حتی برای نیما زم پیام می‌دهد که باید در میان مخالفان نظام موضع خود را مشخص کند، که نیما در وسط این دعوای زرگری برای خود نرخ تعیین می‌کند و سهم می‌خواهد. یا همانند اسرائیل و آمریکا و دیگر کشورها حامی ایشان باشید و از حمایت خود سودهای لازم را ببرید و اتحاد اپوزیسیون را کامل کنید، یا همانند رژیم ایران مخالف ایشان باشید. منافع شما. زم هم به او پاسخ می‌دهد که اگر در زمین تو بازی کنم و با شما معامله کنم، سهم من از آینده چه خواهد بود؟ آینده ایران مشخص است و منافع ما نیز باید مشخص باشد. او برای خود نقشی بسیار مهمتر از امثال ربع پهلوی قائل است و در محاورات خصوصی او را تحقیر می کند و دست می اندازد. پهلوی بهش یه بخشداری بهش بدن، کلش رو بندازن. بخشداری هم بهش ند. به خدا اصلا بگم برو نمیدونم دهدارشو بخشدارشو در همون حده. الان که سال 57 نیستش. نه 57 که موری نه باباهای ما که کارو بیرون کردن نمیرن باز دوباره بعدنم پسرش میارن. که دیوانه ای تو کردستان تا بگو اسم رضا پهلوی اصلاً میگیرن. مردی به نام یاسر که از نزدیکان پهلوی است و با نیما زم در ارتباط است، رضا پهلوی را اینگونه برای او توصیف میکند: گویی توهم در کاخ عنکبوتی امری متداول است. باورت نمیشه، از تو خونش اطلاع دارم که راه میره شبا، خب تمرین میکنه که ارتش داره ازش سام میبینه. اما از همه جالبتر حسابی است که به طور کلی ضد انقلاب روی پهلوی باز میکنن. منصور میگه اونم معتقده که آمریکا حمله نمیکنه. اصلا رضا پهلوی هم میگه قازورات. داشت گفتم نظرت راجع به پهلوی چه؟ اون که قازورات. رضا پهلوی با انگلیس ساخته، با مجاهدین بعد ائتلاف بکنه. مجاهدین الان لنگ چیه؟ اونا جاده صاف کنن، اونا میان میزنن داغون میکنن، یه کشتار میکنن. اگه قرار بشه آمریکا بیاد، اینا میان یه کشتار اول میکنن، یه میلیون دو میلیون همه رو میکشن تا ایران صاف بشه. اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد یکی از سران فتنه که از سال 88 در پناه فرانسه به سر میبرد و از او به عنوان بیانیه نویس یکی از سران فتنه اغتشاشات 88 نام برده می شود، با نیما زم در پاریس ملاقات حضوری دارد تا اخبار خود را با او به اشتراک بگذارد. برادر اردشیر یعنی منصور امیرارجمند و خانواده‌اش عضو رسمی تشکیلات منافقین هستند. اردشیر امیرارجمند ضمن برقراری ارتباط رسمی و همه جانبه با منافقین به عنصر مؤثر در مناسبات این سازمان تروریستی تبدیل شده است. هفته دیگه دارم میام پاریس. گفتم مگه وقت دارید و اینا جایی نمیریم مسافرت؟ نه مسافرت نمیرم. آره من یه هفته اینا پاریسم که حالا با یه جایی حالا وقت قرارتو شما بگیم قرار بذاریم با هم. ارجمنده رفتی دیدی امروز؟ آره که تماشا. چی گفت؟ من میگم شرایط تو چی هست تو چی نیست تو. اون هم شده معتقد دیگه معتقد. ببین ارجمنده خیلی ناامید بود. گزینه بعدی ابوالحسن بنی صدر است، رئیس جمهور خیانتکاری که با رأی عدم کفایت ملت ایران در خرداد 1360 عزل گردید و چند روز بعد با کمک مسعود رجوی به پاریس گریخت. تماس با بنی صدر به صورت مستقیم با محدودیت امنیتی روبروست. بنابراین مسئول دفتر او هماهنگی دیدار نیما زم و بنی صدر را در سفر پیش روی زم به پاریس انجام می‌دهد. آقا رئیسم من یه ساعت پیش با شما کردم. خیلی خوب است. من آدرس رو می‌شناسم. من خودم زودتر میرم اونجا. میای من اونجا. باشه. خب این هست. این کی بود؟ اهمیت نقش امیرارجمند و بنی صدر را میتوان در نوع ارتباط بین این دو جستجو کرد. در بحبوحه فتنه 88 امیرارجمند از طریق برادرش که از اعضای سازمان منافقین است با هماهنگی و پشتیبانی منافقین به کردستان عراق می‌گریزد و از آنجا با تأیید مهره معتمد دستگاه امنیتی فرانسه وارد پاریس شده و تحت الحفظ سرویس امنیتی فرانسه قرار می‌گیرد. مهره معتمد فرانسوی‌ها که خود نیز به صورت شبانه روزی توسط پلیس فرانسه حفاظت می‌شود، کسی نیست جز ابوالحسن بنی صدر، یکی از اعضای اصلی حلقه آشوب که به دلیل محدودیت‌های امنیتی ارتباطش با سیا امکان ارتباط با وی توسط نیما زم فراهم نشد، مسیح علی نژاد است. ارتباط بگی با مسیح و سب کنم خودشه. نخواسته تا حالا تماس بگیره؟ نه، طریق اون واسطه باشه. تو در تماسه یا اون در تماسه؟ نه، طریق واسطه پیغام اسکان میدیم. و چون مستقیمش نمی‌کنی؟ مسیح شوهرش با نایا، همین شوهری که توی آمریکا عکسش انداخته بود؟ با نایاکی هست؟ نایاکی. مسیح علی نژاد در آمریکا به سر میبرد و در تقسیم وظایف داخلی وظیفه مبارزه با حجاب اسلامی را دنبال میکند. وی در روزهای گذشته حتی نقاب از چهره بر میدارد و به دیدار مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا و دشمن ملت ایران میرود. دیداری که به گفته خودش ثمرات زیادی داشته است. وای مسیح یادم رفته. چی من دنبال مسیح داره تو تیم پازل اینا نمیدونن هیچ کدومشون. من میدونم پازل چی. مسیح علی نژاد داره بولد میشه. خب مهم من همونو میخوام. من الان زمین بازی رو میدونم. هیچ کی تو خارج از کشور زمین بازی رو نمیدونه، حتی یک نفر از اپوزیسیون، حتی یک نفر. جامدر بازی خودشو میکنه، فخرآور بازی خودشه، مسیح بازی خودشه. تو چشم من نگاه کن. نه بابا تو رکب زیاد می‌خوری، اینقدر بود نباش. خود استاد عملیات روانی آماده. بیا با هم برقصیم، این گربه خودمون بزنیم. میاو جانم بابا شلووی نخند تو دلت کنم به امارت من خیلی ایشون فهمش کنم. تو یه شب زنگ نزنی من معتاد تو شدم. موجه بدبختیته انت فی استخبارات العربیه سعودیه مسمود فلوس موجود. 40 سال شد دیگه، تموم 40 سال رسید. با من میرم کشاورزی میکنم. این از سیستم اطلاعات امنیتی ایران.